سلام دوستان امیدوارم حال تو خوب باشه توی این ویدیو میخوام یه ابزاری معرفی کنم که باش بتونین متن رو به عکس یا تصویر تبدیل کنید یا با استفاده از متن تصویر ایجاد کنید این ابزار مشابه میجرنیه که قبلا معرفی کردم اما اون موقع که ویدیوی میجرنی رو ساختم رایگان بود و اجازه تست رایگان حداقل برای ده تا 15 تا تصویر میداد الان دیگه اون اجازه اجازه رم نمیده و حتما باید سابسکرایب کنید که بتونید ازش استفاده کنید برای همین تصمیم گرفتم یه جایگزین رایگان براش معرفی کنم که از این میتونید بدون سابسکرپشن استفاده کنید این ابزار اسمش لئوناردو که این هم خیلی مدل های خوبی داره که میتونید باهاش تصویر ایجاد کنید خب بریم ببینیم که چه جوری میتونیم نصبش کنید ما ازش استفاده کنید اول میاید توی سایت leonardo.ai اینجا باید شما یه آدرس ایمیل بدید و با استفاده از اون ثبت نام کنید آدرس ایمیلتون اینجا بنویسید و این کاونت میین رو بزنید اینجا یه دکمه براتون میاره join discord خب ببینید من چون قبلا دیسکورد رو ثبت نام کردم و اکانت دارم توش مورد اضافه ای از من نپرسید اما ممکنه از شما یه سری سوال ها بپرسه برای ثبت نام کردن و عضو شدن اگه این قسمت ها رو بلد نیستید توی ویدیوی مید یاد دادم چطور تو دیسکورد ثبت نام کنید و نصفش کنید حتما برید تو اول اون ویدیو هست ولی وقتی از لئوناردو ای آی میاید تو دیسکورد همینجوری که من اومدم سرورش اینجا براتون ظاهر میشه لئوناردو داد روی این که میزنیم این قسمت توی چنل ها سمت چپ پرایوریتی ارلی اکسس رو بزنید و توی این قسمت یه دونه لینک آبی به اسم فرم روی این فرم لینک فرم کلیک کنید که یه دونه صفحه براتون باز میشه این فرم رو باید پر کنید که leonardo.ai بهتون اجازه بده که بتونید شما رو داخل لیست سفید در واقع قرار بده وایت لیست بعد بتونید ازش استفاده کنید بیایید این فرم رو پر کنید اینو میزنیم یس yes. اینجا یوزر دیسکوردتون رو بنویسید همون یوزر که باش تو دیسکورد ثبت نام کردید یوزر من کدینگ فور ای آی آدرس ایمیلتون که میخواید باهاش از دیسکورد استفاده کنید و از لئوناردو ای آی استفاده کنید و اینجا بنویسید و اسمتون رو اینجا سابمیت رو بزنید اینجا بهتون میگه شما الان وارد وایت لیست یا لیست سفید لئوناردو شدید. بعد از این قسمت دوباره میریم تو سایت لئوناردو ای آی. حالا دیگه اینجا میتونید لانچ اپ رو بزنید و بگید که yes I'm وایت یعنی من تو لیست سفید هستم. دوباره یه صفحه دیگه براتون باز میکنه و دیگه میتونید از لئوناردو ای آی استفاده کنید حالا ببینیم که محیط شجوریه و چه کارهایی میشه باش کرد توی لئوناردو چندین مدل مختلف هست که ترین شدن و برای هر پرامپتی یا هر نوع تصویر یا هنری که میخواید ایجاد کنید یک مدل خاص مناسب تره و کم کم حالا بیشتر باش کار کنید دستتون میاد که کدوم مناسب تره اینجا تو ردیف اول میتونید ببینید که مدل های مختلف که چه نوع عکس هایی تولید میکنن ببینید اسمشون رو نوشته این مدل اسمش لئوناردو دیفیوژن این دریم شیپر ورژن 5 و اینجوری مدل های مختلفی داره استایل کاراشون هم یه مقدار فرق میکنه ببینید پایین تر میتونید ببینید که کارهایی که بقیه تولید کردن تصاویری که بقیه تولید کردن با استفاده از چه پرامپت هایی تولید کردن اگه من روی یکیشون کلیک کنم میتونید ببینید که چه پرامپتی چه متنی نوشته به اون متنی که نوشته میشه تا عکس تولید چه پرامپت گفته میشه چه پرامپتی نوشته که این عکس تولید شده الان خودمون هم بعد میریم تست میکنیم وقتی هر عکس رو باز میکنید میبینید با چه پرامپتی ایجاد شده با چه رزولوشن ایجاد شده و با چه مدلی ایجاد شده اون بالا مدل ها رو بهتون نشون دادم این با مدل لئوناردو دیفیوژن ایجاد کرده و یه چیز جالبی که لئوناردو داره اینه که شما نگاتیو پرامپت هم میتونید پرامپت منفی هم میتونید بهش بدید یعنی چی یعنی ب... میتونید بهش بگید که اینا رو نداشته باشه یعنی مثلا اگه کاراکتری که براتون ایجاد میکنه عینک داره شما نمیخواین عینک داشته باشه میتونید توی پرامپت منفی بذارید بنویسید عینک و مثلا یه چیزایی که نمیخواین داشته باشه اونا رو حذف کنم میبینید. اینجا نوشته تو فیس یعنی مثلاً بعضی وقتا عکسایی که تولید میکنه یه حد دو تا صورت داره یا سه تا چشم داره خب اینا رو می نویسه که اینا رو نداشته باشه و هی میتونید با اینا کیفیت عکس تولید شده رو بهبود بدید حالا اگه ما خودمون بخوایم یه عکسی تولید کنیم چجوری می میتونیم این کارو کنیم اولا یکی از این مدل ها رو انتخاب کنید مثلا این مدل رو من میخوام انتخاب کنم و میزنم generate with this model این قسمت بالا میتونید شما پرامپتتون رو بنویسید اینجا مثلا من همون پرامپتی که برای میجرنی اولش نوشتم و می نویسم که بتونیم مقایسه کنیم زنبوری که داره گیتار میزنه زنه من خیلی خلاصه می نویسم خیلی طولانی و با جزئیات می بنویسید ولی من حالا کلی برای اینکه راهش رو نشون بدم بهتون نشون میدم پس اینجا پرامپتتون رو می نویسید سمت چپ هم یه سری ستینگ داره که میتونید انتخاب کنید که برای پرامپت شما چند تا عکس ایجاد کنه مثلا من میتونم بگم که چهار تا عکس ایجاد کنه و البته اگه تعداد هر تعداد عکس بیشتری انتخاب کنید کردیت بیشتری انتخاب استفاده میکنه شما اول کار این بالا کردیتتون نشون میده شما اول کار 150 تا کردیت دارید حالا من یه مقدار استفاده کردم شده 89 تا ولی روزانه بهتون 150 تا کردیت میده که من فکر میکنم معادل 70-80 تا عکس باشه برگردیم به همین صفحه که میخواستیم اینو تولید کنیم پس میتونید پرامپتتون رو بنویسید تعداد عکسی که برای پرامپتتون ایجاد کنه هرچی بیشتر باشه کردیت بیشتری استفاده میکنه این پرامپت ماجیک اگه اینو آن بذارید عکس خیلی جذابتری ایجاد میکنه ولی دو برابر بیشتر توکن یا کردیت استفاده میکنه رزولوشنش رو میتونید انتخاب کنید اسپکت ریشیوشو، و گایدنس اسکیل اینه که چقدر نسبت به این پرامپتی که شما می نویسید دقیق باشه اون چیزی که تولید میکنه و هرچی این عدد بالاتر باشه دقت بیشتری به این متنی که شما نوشتید میکنه و حالا فعلا همینه اینجا پرامپت رو می اینجا میتونید انتخاب کنید با چه مدلی براتون بسازه اگه بخواید پرامپت منفی هم بهش بدید اینو باید آن کنید که بتونید پرامپت منفی بدید حالا بذارید بدون پرامپت منفی جنریت رو بزنیم که چهار تا عکس از این پرامپتی که ما نوشتیم تولید کنه این چهار تا عکس اومد تولید کرد و دقیقا دوتاش داره گیتار میزنه این دوتای دو دیگر من نمیدونم چرا ایجاد کرده ولی این دقیقا یه جورایی زنبوری که داره گیتار میزنه اینم هم همینطور هر عکسی رو باز کنید پایینش یه چند تا گزینه هست این برای اینکه عکستون رو اپسکیل کنه یعنی رزولوشنش رو ببره بالا اچ کنه و پنج تا توکن ازتون میگیره این میاد به صورت خلاقانه رزولوشنش میبره بالا یعنی دقیقا همین عکس رو نمیبره یه مقدار احتمالا بازم پروبال بده بهش که وقتی داره رزولوشنش رو میبره بالا و این بکگراندشو رو حذف میکنه اگه عکستون بکگراند داشته باشه و با این میتونید دانلود کنید با این پاک کنید ببینید من الان با مدل لونا کرییت کردم اگه من یه مدل دیگه انتخاب کنم مثلا دریم شیپر رو انتخاب کنم مدلو و دوباره جنریت رو بزنم هایی که ایجاد میکنه یه مقدار استایلش فرق میکنه. ببینید یه جورایی انگار احساس میکنه که حتما یه انسان باید توش باشه و خب این اصلا چیزی نیست که ما میخوایم. میتونید چیزای مختلف رو لئوناردو کریتیو بزنیم. الان خیلی متفاوت شد یعنی چیزای خیلی هر مدل یه چیزای متفاوت خودش رو ایجاد میکنه خب برای پرامپت من این مدل بهتر جواب داد چون حالا نزدیکتره به اون چیزی که من میخواستم تقریبا حالا در کل میتونید با این پارامتر رو بازی کنید ببینید که چی براتون بهتر جواب میده توی نگاتیو پرامپت هم میتونید بنویسید چیزایی که نمیخواید داشته باشه مثلا من نمیدونم حالا این چقدر خوب جواب بده ولی میتونم بنویسم که بال نداشته باشه توی نگتیف پرامت اما فکر میکنم حالا اینا رو با دقت بیشتری باید تنظیم کرد که پرامتش چی باشه نگتیوش چی باشه آه ولی کار کرد الان این دوتا دیگه بال ندارن این دوتا زنبور دیگه بال ندارن پس این منفیش هم خوب کار میکنه توی این دوتا نه ولی باز یه مقدار قاطی کرده در کل حالا این پرامپتی که من دادم پرامپت سختیه ولی شما میتونید با پرامپت های خودتون استفاده کنید با مدل هایی که میخواهید استفاده کنید و این پایین عکس های کاربرهای دیگر رو ببینید عکس هایی که کاربرهای دیگه ایجاد کردن باز کنید ببینید که مثلا برای این عکس خاص چه پرامپتی نوشته چه نگاتیو پرامپت های،, های نوشته با ویرگول میبینید خیلی جدا کرده و از چه مدلی استفاده کرده ببینید اون استایلی که شما میخواید توی کدوم یکی از مدل ها هست یه مورد جالب دیگه هم که داره یعنی دو تا مورد جالب دیگه هم میخوام بگم در مدل لئوناردو یکی توی همین قسمت وقتی AI آی ایمیج رو میزنید پایین یه دونه چیز داره اینجا Image تو Image داره یعنی شما میتونید یک عکس آپلود کنید حالا مثلا من این عکس رو آپلود کردم که میتونید بهش بگید که روی این عکس اعمال کنه اون چیزی که میخواید رو مثلا من مینویسم که یه شیر باشه دیگه یه سریاش از روی این پرامپت هایی که اونجا بود برداشتم ببینیم که اینو چجوری با این چیزی که من گفتم انجام میده بریم جنریت کنیم اومد اینو تبدیل کرد به همچین عکسی چون من گفتم شیر باشه و اینجوری باشه میتونم این اینو اگه بالا ببرم تاثیر عکس فکر میکنم بیشتر بشه آره الان ببین تاثیر عکس خیلی بیشتر شد یه ذره قیافش رو شبیه شیر کرد جالبه دیگه بامزه شد و میتونید عکس خودتونم بدید و استایل های مختلف روی عکس خودتون پیاده کنید مورد جالب دیگه لئوناردو قسمت تو صفحه اصلی قسمت ای آی باسش هست که شما میتونید با استفاده از یک پرامت یک عکسی ایجاد کنید و بعد اون عکس رو از اطرافش گسترش بدید مثلا من حالا یک پرامت تست بنویسم مثلا نوشتم که یک جنگل حالت تخیلی آینده توری با حیوانات رباتی اول ببینیم چی تولید میکنه خب یه همچه عکسی تولید کرد این خوبه خب من اینو اکسپت میکنم بزنیم با این یکی استیبل دیفیوژن ایجاد کنیم ببینیم چجور میشه بنویسم جزئیاتش یه مقدار بیشتر باشه خب حالا مثلا اینو انتخاب میکنم اکسپت رو میزنم حالا کاری که میتونم بکنم این رو بکشم اینور کاد رو و بعد دوباره جنریت رو بزنم این میاد این عکس رو ادامه میده یعنی یه توسعهش میده ببینید اومد توسش داد باز تو این میتونید شما حالتهای دیگر رو انتخاب کنید چیزی که شبیهتره یعنی درست تره. حالا این به نظر درستتر میاد اکسپت رو میزنم دوباره از این ورم میخوام گسترش پیدا کنه سعی کنید یه قسمت زیادی از عکس تقریبا نصفش تو کادر باشه که بتونه تشخیص بده چی و اضافه کنه اینم باز حالتهای مختلف داره اکسپت پرامپتتون هم میتونید عوض کنید مثلا من کادر رو بیارم اینجا اینجا بنویسم که دایناسور مثلا داشته بشه. خب اینجا یه دایناسور ایجاد کرد و نهایتا اینو نباید اکسپت رو میزدم بعد حرکتش میدادم نهایتا تا هر جا که بخواید این عکس رو تا بی میتونید امتداد بدین این یه فیچریه که توی ابزار رانوی امل که توی ویدیو ابزارهای AI ای آی معرفی کردم اونم داشت جالب بود و میتونید همینجور تا هر جا که میخواید ادامه بدید حالا عکس اولش رو حتی لازم نیست که اینجا جنریت کنید میتونید یه عکسی خودتون آپلود کنید این گزینه رو بزنید عکس خودتون رو میتونید آپلود کنید و به همین ترتیب اطرافش رو با نوشتن یک پرامپت گسترش بدید یه چند تا نکته دیگه هم بهتون بگم ببینید این مدل موب... های مختلفی که داره میتونید روی هر مدلی که بزنید ببینید که چه عکس هایی با این مدل تولید شده خب مثلا من این مدل لئوناردو دیفیوژن رو میتونم کلا استایل عکس هایی که تولید کرده رو ببینم ببینم به اون چیزی که من میخوام ایجاد کنم کدوم مدل نزدیک تره مثلا این مدل لونا میبینید که بیشتر چیزای کارتونی رو خوب ایجاد میکنه مثلا اینو که ایجاد کرده با این پرامت ایجادش کرده بیایید با همین پرامت ما ببینیم میتونیم یه عکس با مزه ایجاد کنیم generate with دیس مدل یعنی با این مدل مدل لونا بیایم یه عکس ایجاد کنیم این راستی عکسیه که توی کاور ویدیو اوتو جی پی تی گذاشتم با همین لئوناردو ایجاد کردم خب بیایم پرامتشو رو بنویسیم اون چیزی که میخوایم ایجاد کنیم من میخوام یک گربه باشه که بال داره ببینیم چی تولید میکنه بزن این تولیدات رو بزنم رو چهار ببینید چیا درست کردیم مثلا یه گربست که بال داره کاملا و چیز بامزه ای شد این بالاش رو سرشه این گایدنس سکیلش رو بیایم زیاد کنیم بریم روی گفته قایتن اسکایلش هم و هفت باشه بهتره بذارید پرامپت ماجیک رو روشن کنم ببینیم که با پرامپت ماجیک چه جوری ایجاد میکنه پرامپت ماجیک حالا دو برابر کردیت بیشتر استفاده میکنه ولی ببینیم آیا ارزش داره که آدم پرامپت ماجیک رو روشن کنه یا نه به نظر میاد که کیفیتش بیشتر شد ولی همش تقریبا شبیه همه بال هم داره دقیقا اون چیزی شد که میخواستیم میخوام یه گربه یه روباتی درست کنم روبات کت مثلا بنفش باشه ببینیم چی درست میکنه این چون با مدل لوناه فکر میکنم همینجور حالت فانتزی داره و ولی واقعا قشنگ تولید کرد کیفیتش هم بالاست جالبه مثلا مدلش رو بخوایم عوض کنیم به لئوناردو دیفیوژن ببینید یه کم از حالت فانتزیتور در اومد و به نظرم کیفیتش هم خیلی بیشتر شد حالا بیام این عکس رو creative upscale بزنم ببینم چی کار میکنه یعنی آیا چیزی به عکس اضافه میکنه یا نه این creative upscale شده, شده شه. این اصلیشه نه خیلی کار خاصی نکرد و اینم بدون بکگراندشه پس اینم امتحان کردیم حالا نتیجه خیلی خوب میده و همه چی خودتون دیگه بستگی به خلاقیت خودتون داره که چه استفاده ازش بکنید در کل این روش استفاده از لئوناردو بود که میتونید خودتون دیگه با پارامترهای مختلفش امتحان کنید با مدل های مختلفش امتحان کنید بیایید عکس های بقیه رو ببینید الهام بگیرید و, و پرامت پرامپت نویسی رو یاد بگیرید امیدوارم براتون مفید بوده باشه و فعلا تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار